خوش آمدید باز دوباره به برنامه امروز ما به همه شما خوش آمد میگیم در این روز روز دوشنبه روز خداوند ما عیسی مسیح می از خداوند که روز پربرکتی برای شما باشه شروع این روز شما عزیزانی که در ایران هستید این برنامه رو زنده میبینید شاید شب شما شب خیلی خوبی داشته باشید در دعا هستیم برای همه شما عزیزان و از خدا می طلبیم که صلح خدا وارد خونواده شما، قلب شما، زندگی شما و بعد کشور ما ایران میشه. در نام عزیزش امروز زمان دانش، زمان فهمه. انجیل میفهمد در زمان آخر دانش افسایش خواهد یافت. یعنی که دانش باعث افسایش پیدا بکنه. اگر شما عقب بمونی، در جهالت بمونی، وای به حالتون. ولی بله اگر ادامه بدید و قبول بکنید حقیقت رو دریافت بکنید تعصباتتون رو بذارین کنار و همه چی رو بسنجید نمیگیم هر چی ما میگیم قبول بکنید بلکه بسنجید ببینید این چیزی که میگیم مطابقت داره با حقیقت یا نه اگر مطابقت داره بعد بایستی از حقیقت اطاعت بکنید چون حقیقت زیر بنای زندگی و بدونش غیر ممکنه ما بتونیم زندگی درستی داشته باشیم بذارین دعا بکنیم از خدا طلب برکت بکنیم برای امروز ای پدر نام عزیز عیسی مسیح نزد تو میایم و از تو می طلبیم ای پدر به ما امروز فهم بدی حکمت بدی که کلام تو بفهمیم قبول بکنیم این کلام در زندگی ما باعث برکت بشه در نام عزیز خداوند ما عیسی مسیح با سپاسگزاری می طلبیم و نام تو رو جلال میدیم ای پدر در نام عیسی خداوند آمین آمین خدا رو شکر میکنیم ادامه میدیم به درسمون در کتاب رومیان باب یک آیه 23 آیه به آیه هر هفته ما ادامه میدیم به درسمون رومیان باب یک آیه 23 میگه آنها جلال خدای جاودان را به بوتهای شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند باز پولس داره ادامه میده به موقعیت روحانی انسان ها روی زمین که انسان های روی زمین در چه موقعیت روحانی قرار دارند در چه حالتی هستند صحبت میکنه از این که انسان ها جلال خدا رو تبدیل کردن عوض کردن به انسانی که فانی انسانی که از بین رفتنی فاسد شبیه حیوانات و پرندگان و خزندگان و غیره انجام دادن به جای اینکه خدا رو بپرستن خدا رو ستایش کنن یه چیزی که خلقت خداست دارن ستایش میکنن این میگه در این آیه میگه اینها رو تبدیل کردن این کلمه ای تبدیل به زبان یونانی ادامه بدیم به این میفرماید کلمه ای هست به نام الله سو از حالا به بعد انگلیسیش هم می که انگلیسی هم شما یاد بگیرین اکسچنج تبدیل کردن اکسچنج تبدیل کردند تبدیل کردن الاسو ریشش از الوس میاد الوس یعنی دیگر یا دیگران یعنی اینکه یک نوع دیگر ساختن یک نوع دیگر ساختن یه چیزی که غیر از اون چیزی که هست بسازیم یه چیزی رو تبدیل میکنیم عوض میکنیم شما پول که میخوای بری عوض کنی الان میخوای بری دلار بخری دلار نیست تو ایران غیر قانونی شده دلار یه پولی میدی که شکل آقای خمینی روشه شکل آقای خامنه‌ای روشه یه پولی میگیری که همه دوست دارن شکل رئیس جمهورهای آمریکا روشه خیلی جالبه پول کافرها رو تو ایران بیشتر دوست دارن تا پول که علمای اسلامی تو شکلش وجود داره نشونگر واقعا اینه که چقدر اسلام ضعیفه و شکست خورده در این قرن در این جامعه ولی یه چیزی تبدیل میشه یه چیزی که عوض میکنی یه چیز دیگه که میگیری مثل اینکه به همین میزانه ولی واقعا در حقیقت عوض شده شکل فرم گرفته مزمور داوود راجب به این صحبت میکنه مزمور 106 میفرماید آنها در دامنه کوه سینا گوساله ای از طلا ساختن و آن بت را پرستش کردند مجسمه یک گاو علفخار را بر خدای با عظمت و پرجلال ترجیح دادند آنها خدایی را که بار کارهای عجیب خود آنان را از مصر آزاد کرده بود فراموش کردند کارهای عجیبی را که در سرزمین مصر انجام داد و یا آنچه که در دریای سرخ کرد وقتی خدا فرمود که میخواد آن مردم را از بین ببرد خادم برگزیده او موسی در مقابل خدا به شفاعت ایستاد تا خشم او را برگرداند تا آنان را از بین نبرد آنها نخواستند به آن سرزمین نیکو وارد شوند و به وعده خداوند اعتماد ننمودند در چادرهای خود نشستند و شکایت کردند و به دستورات خداوند گوش ندادند پس خداوند به طور بسیاری جد بسیار جدی قسم خورد که همه آنان را در بیابان از بین ببرند و نسل ایشان را در سرزمین های بیگانه پراکنده کند تا در سرگردانی بمیرند در فقور بت بعل را پرستیدند و از قربانی هایی که به بط های بی جان تقدیم شده بود خوردن با رفتار خود خداوند را به خشم آوردند و به خاطر آن به بلا دوچار شدن این زمانی که موسی وقتی رفت بالای کوه لوحه عهد دریافت بکنه ده فرمان دریافت بکنه قوم اسرائیل سی سال خورده ای سال اینا توی مصر بودن مصری یا بودپرست بودن با اون که آدم راه بره هم نشین بشه هم صحبت بشه شبیه اون فرد میشه با یه کسی که آروم راه بری آروم میشه با یه کسی که خشمگینه دوست بشی خشمگین میشی با یکی که موادیه دوستی بکنی اون مواد اونم میاد پیشت الکلی و غیره اینی که اون رفتاری که دوستت داره اگر رفتارش دامیننت باشه به فارسی نمیدونیم چی میگیم رفتارش قوت داشته باشه اون رفتارش روی شما تاثیر میذاره حالا هر جوری که هست اگه خوبه خوبیش اگه بده بدیش مسیو چون تعدادشون زیاد بود و یهودیا اسرائیلیا برده بودن خدا بت پرستی مصریا طرز رفتار مصری ها وارد اسرائیلی ها شد یعنی که به مدت 300 سال اینها فکرشون و رفتارشون بود پرستی بود یعنی که وقتی از مصر خدا اینها رو بیرون آورد با دست عظیمش با اون قدرت عظیمی که خدا بهشون نشون داد خدای حقیقی رو دیدن باز بت پرستی توی قلبشون بود یعنی که به محض اینکه موسی رفت چهل روز ندیدنش برگشتن به راه قدیمیشون فکرشون تجدید نشده بود اون زمان تولد دوباره وجود نداشت اینه که قلبشون هم تجدید نشده بود با زور شریعت خدا اینها رو حفظ کرد اینه که بارها اینا به دوره بتپرستی کشیده شدن بت بط توی قلبشون بود توی فکرشون بود برای همین فکر بایستی تجدید بشه اگر فکر تجدید نشه ما برمیگردیم میگردیم به اون راهی که قبلا داشتیم فکر بایستی تجدید بشه اینی که اینها به محض اینکه اومدن توی ای بیابون سرگردون شدن موسا رفت اینا شروع کردن یه گاو و گوساله رو طلا رو ریختن شبیه یکی از بوتهای مصرشون کردن هارون برادر موسا براشون این کار کرد و اینا شروع کردن به بوت پرستی و خدا راجع بهشون صحبت میکنه نیکه که خدایی که حقیقت و خودش رو آشکار کرد به موسا خدایی که ده تا معجزه بزرگ انجام داد دریای سرخ رو برای اینها باز کرد با همه این احوال برگشتن به اون راه گذشتشون چون اینجا نشونگر اینه که فکر قوی تر از تجربه است خیلی چیز جالبی امروز ما گفتیم اه فکر اه فکر قوی تر از تجربه است برای همین افرادی که یه بار مثلا شفا پیدا میکنن تجربه قدرت خدا رو میبینن توی زندگیشون اگه فکرشون تجدید نداشته باشه روشه باز برمیگردن به با اون فکر منفیشون آره من خدا شفا نمیده خدا اینه خود در مسیحی ها. اگه غیر مسیحی باشن که مسئلشون کاملا فرق میکنه اینی که به تجربه نیست به دیدن نیست به ایمان قلبیه و تجدید افکاره فکر ما بایستی عوض بشه و مطابقت داشته باشه با کلام خدا اگه فکر عوض نشه رفتار ما بر مبنای نفس ماست رفتار ما بر مبنای فکر ماست برای همینه توی کلیسای ایرانی که من بودم اون رفتار ایرانی ها هنوز توی کلیسا هست غیبت هست از هم دیگه شکایت کردن هست رقابت وجود داره این از اون بد بگه این بخواد خط اینو ببره این از این شکایت بگه این به این بگه دائم به هم دیگه بگن چیکار بکنیم شما این کارو بکن شما این کارو بکن همش به هم عقیده انجام دادن چی میگن پیشنهاد به هم دیگه دادن شما این کارو بکن شما این کارو بکن حتی افرادی که دانش ندارن خیلی جالبه من مثلا توی یه گروهمون تعلیم موسیقی میدادم افرادی که زیر دست من داشتن تعلیم میگرفتن به من میگفتن چیکار بکنم در مورد موسیقی یه مثل یه شاگردی به معلمش بخواد بگه چجوری تدریس بکنه این این فکر فرهنگ اسلامه فکر رو فکر هنوز عوض نشده اینکه رفتارها توی کلیساهای ایرانی دستبندی، ستیزه شکایه ها نه به اندازه قویی که توی جامعه اسلامی وجود داره ولی یه مقدار کمتر شده رنگش کمتر شده و هنوز وجود داره چرا؟ چون فکر عوض نشده دستبندی هست میاد توی کلیسا سلام علیک میکنی خوش بش میکنی میری پشت سر شبانه غیبت میکنی این طرز فکر طرز فکر فرهنگ اسلامیه جلوت خوشو بش میکنی نوکرتم، چاکرتم، قربونت برم پشت سرش بد میگی این طرز فکر طرز فکر اسلامیه تجدید نشده چون افکار تجدید نشده با یه تجربه اینکه این که من امروز تو کلیسا تجربه محبت خدا رو تجربه کردم یکی عوض نمیشه بلکه با تدریس درست گوش دادن به کلام تصحیح سابیدن افکار و بعد تجدید افکار اینه اینها فکرشون تجدید نشده بود هی hey, به بت پرستی کشیده شدن هی hey, به بت پرستی کشیده شدن تاریخ اسرائیل اصلا بت پرستیه هنوزم که هنوز درشون بت پرستی وجود uh, داره دیکشنری وبستر که دیکشنری انگلیسی میگه تبدیل کلمه تبدیل میگه the act of giving or taking one thing in return for another عمل کرده دادن یا گرفتن یک چیز در مقابل یک چیز دیگه or the of process of substituting one thing for another یا عمل کرده مرحله در ازا گرفتن یک چیز به خاطر یک چیز دیگه یک چیز رو عوض میکنی یک چیز دیگه رو در جاش میگیری من یه سیب به شما میدم در عوض اینکه یه گلابی بگیرم گلابی سیب نیست جاش با هم عوض شده فعلش زبان یونانی میدونیم که فعلها حالت دارن حالتش اکتیو وایس صدای فعال داره نشونگر اینه که انسان ها خودشون انتخاب کردن که بتو به جای خدای حقیقی بپرستن با اینکه حقیقتو میدونستن ولی باز انتخاب کردن من میخوام این راهو برم حالا این راه هم اشتباهه من میخوام این راهو برم بچه ها اینطورن سرکشن بهشون میگی این که این کاری که داری میکنی اشتباهه میخوری زمین ولی میگه نه من این راهو میرم من این راهو میرم خیلی جالبه توی خانواده چهار تا بچه‌ن یکیشون دو تاشون سه تاشون مطیعن گوش میدن یکیشون نمیده هر ماشون یه غذا خوردن یه تعلیم دیدن یه ولی یکی انتخاب و آزاد خیلی جالبه توی خانواده ها دارم اینو میبینی توی بچه ها میبینه یکی انتخاب خودش میکنه بهش میگه عزیزم این راهی که داره میره اشتباه آه, آه مهم نیست بر من اشتباه یا نه من این انتخاب رو میخوام بکنم شخصیه اینه که وقتی جلال خدا رو اینا تبدیل کردن به یک چیز دیگه اینا رو بالاتر نبرد انسان وقتی علم و علم چیز خوبیه ولی علمو در ازای دانش خدا گذاشت علم جای خودشو داره دانش جای خودش داره دانش خدا جای خودش داره هر چیزی جای خودشو داره ولی تبدیل نشه من سیب دارم گلابی هم میخرم میذارم کنارش ولی سیب و عوض نمیکنم به جای گلابی چون گلابی شیرینتره. بلکه سیب و به موقعش خاصیت خودشو داره گلابی هم به موقعش خاصیت خودش داره ولی کاری که غرب کرده کاری که هیومنیزم این سیستمی که توی اروپا شروع شد به نام هیومنیزم انسانیت نه معنای اخلاقیش بلکه معنای فلسفیش هیومنیزمش میگیم یکی از بزرگترین مشکلات ریشه ای این تمام ازما تمام این سیستم های فلسفه ای که اومده ریشش هیومنیزمه ترجمه شاید بشه گفت انسانگرایی انسان پرستی بهترین ترجمهش انسان پرستیه اینه که انسان شد تبدیل کردن خدا رو عوض کردن خدا رو دادن و انسان رو، انسانیت رو گرفتن اگر گوش بدی به این افرادی که به خدا اعتقاد ندارن به انسانیت اعتقاد دارن انسانیت مهمه انسان بودن تلفظم تمرکزم میذارن روی انسان بودن مهمه اینها تبدیل کردن جلال خدا رو پرستش خدا رو به پرستش انسان انسان مهمه انقدری که روی سگشون اینا احترام میذارن به خدا احترام نمیذارن انقدری که روی طبیعت اینا احترام میذارن به آب دریا و به درخت تو آمریکا تو کالیفرنیا ما میگیم اینا درخت بغل کنن درخت رو بغل میکنن طبیعت رو دارن میپرستن راجب هوا و فضا و آب و دریا بیشتر بهش اهمیت میدن تا پرستش خدا یه چیزی رو تبدیل کردن یه چیزی رو عوض کردن چیزی که غیر فانیه دادنش یه چیز فانی گرفتن این کلمه که استفاده میکنه در رومیان باب یک میگه آنها جلال خدای جاودان یا غیر فانی را به بتهای شبیه انسان فانی این کلمه فانی به زبان یونانی یک کلمه به نام اف ثارتوس اف, ثارتوس. اف, ثارتوس. اف ثارتوس. به انگلیسی ما بهش میگیم این corruptible این منفی میکنه corruptible یعنی از بین رفتنی incorruptible یعنی غیر رفتنی جلال خدایی که جاودانی غیر فانی فانی نمیشه این کلمه فانی کلمه که اینجا استفاده میکنه جاودانی به ترجمه تی پی وی ببینیم به ترجمه خدای جاودان این کلمه رو ببینیم به ترجمه پی و وی چه ترجمه میکنه آیه بیشت و میگه بیشت و میگه و جلال خدای ببین این ترجمهش درسته جلال خدای غیر فانی خدایی که غیر فانی خدایی که خشک نمیشه خیلی جالب این،, این،, این کلمه غیر فانی غیر فانی تی پی وی میگه جاودانی یعنی از دو تا کلمه میاد افرتوس از کلمه آ که منفی میکنه یه چیزی رو یعنی نف میکنه منفی و بعد کلمه ف رو یعنی خشک شدن فاسد شدن از بین رفتن از بین رفتن خیلی جالبه این کلمه خدا خشک نمیشه فاسد نمیشه مثل یه میونی که خشک بشه و یه حالت بدتر پیدا بکنه یعنی یک ظرفیت از بین رفتنی درش وجود نداره در خدا از یه درجه به درجه پایین تر نمیاد با تا <تص> چیزهایی که ما درست کردیم از درجه بالا میان به درجه پایینتر چون فساد درشون وجود داره فاسد میشن ولی خدا خداییه که فاسد نشدنیه خدایی که اگه محبت داره ده بیلیون سال محبتش عوض نمیشه اگه دیروز محبت داشت محبتش امروز عوض نمیشه برای همین انجیل میگه عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود این تدریسی که کلیسا میکنن امروز شفا نیست امروز معجزات وجود نداره با رسولان تموم شد این دروغ دارن میگن اینها اینا حقیقت رو توضیح نمیدن چون خدا عوض نشدنی اگر دیروز محبت کرد امروز هم محبت میکنه خدا پایین نمیاد حالش عوض نمیشه بد نمیشه خشک نمیشه رطوبتش رو از دست نمیده تازگیش از دست محبتش رو از دست نمیده همون چیزی که در چهارتا تا انجیل میبینیم ایشای خداوند همون حالت همون صحبت همون کلام همون رفتار رو امروز داره همون کار رو امروز انجام میده اگه چش کور رو دیروز باز کرده امروز هم باز میکنه اگر سرطان و دیروز شفا داد امروز هم شفا میده اینه که در مسیح در خدایی که هیچ انجیل میگه تغییری وجود نداره اینی که انسان یه کاری که کرد به خاطر ذات گناهی درش بود خواست خدا رو تبدیل بکنه خودش رو بذاره به جای خدا انسانیت مهمه میگن اینا امروز اونایی که از مذهب خسته شدن اول خدا 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 بت میپرستیدن اسلام بته الله بته یکی از بتهای زمان قریش بود که قبیله قریش میپرستیدن سی سد و خورده اینا بود داشتن یکیشون الیلات بهش میگفتن همون الله اسم این بت الالات یعنی خدای ناشناخته محمد گفت خدای ناشناخته این خدای ماست الیلات این خدای اسحاق و ابراهیم و اسحاق نه اسماهیل و ابراهیم و آدم و همه رو اینا پیام بر کردن اینی که اسلام الله یه بوته بوت می پرستن بوت بود محمد ورداشتش و خیلی جالبه الان اینو که توضیح میدم اسلام اسلامو واقعا میفهمیم که اسلام همه مذاهب نه فقط اسلام همه مذاهب بوتن ساخته دست انسانن بدون استثنا انسانی که مذهب و ساخته مطابق اون رفتار و آدابی که داره میخواد اون رفتار و آدابش قبول بشه ببینید در خروج باب سی و دو خروج باب سی و دو آیه یک می وقتی مردم دیدن که موسا مدت زیادی در کوه مانده و باز نگشته است دور هارون جمع شدن و گفتن ما نمیدانیم چه بر سر موسا که ما را از مصر بیرون آورده آمده است پس خدایی برای ما بساز تا ما را خدا ما بسازیمش که ما را راهنمایی کنه هارون با آنها گفت گوشواره های طلایی را که در گوش زنها و دختران و پسران شماست به نزد من بیاورید پس تمام مردم گوشواره های طلایی را که های خدا حارون حارون گوش های خود آوخته بودن بیرون آورده نزد هارون بردن هارون گوشواره ها را از ایشان گرفت و آنها را ذوب کرده در قالب ریخت و یک گوساله طلایی از آن درست کرد مردم گفتند ای اسرائیل این خدای ماست که ما را از مصر بیرون آورد یه چیزی که با دستشون ساختن سپس هارون قربانگاهی در مقابل گوساله طلایی درست کرد و اعلام نمود فردا عید مخصوص خداوند خدای خود خدایی که ما درستش کردیم خیلی جالبه ما میخندیم به اینها ایرانی اگه بهشون بگی گوساله طلا میخندن به هندوها میخندن ولی اگه نگاه کنی توی مذهب اسلام اسلام همین کارو میکنه به یه نوع دیگرش اسلام بت بت درست کرده الله ولی این الله یه بتی نیست که گذاشته باشه یه جایی ابته توی شیعه این کارو کردن حرمگاه دارن امامزاده داوود امامزاده حسن امامزاده حسین امام رضا امام علی کربلا ببین چه طلایی ریختن دولت ایران توی کربلا که قبر امام حسین رو درستش کنن این بوت اگه بوت نباشه اسمش چیه خیلی جالبه سونیا میگن شما بوت پرستین به شیعه ها میگن شما بوت پرستین نه که سلفیان سلفیا زدن بر معبدگاه که هر جایی که معبدگاه و مسجد باشه اینا خراب میکنن مسلمانایی که سلفیان که به قول خودشون مسلمان هستن میگن شیعه ها بوت پرستن بوت میپرستن رو میپرست که درست هم میگن شما وقتی میری به یه به یه حرمگاه آویزون میشی دستتو میمالی روی این چیزی که ده میلیون نفر دست کثیفشون رو زدن به این شما دستتو میزنی روی این میکروبایی که ده میلیون مردم دستشون رو زدن بعد میمالی روی سرت کاری که ما میکردیم خودمون میکردیم این اگه بت پرستینی چی اسمش میری به یه امامزاده ای که حالا بگیم حالا قبرش هم هست که نیست الان قبرش هم هست 1500 سال پیش مرده میری بهش دعا میکنی این اگه بت پرست نیست چیه انسانو جلال انسانو گذاشته اون خوبی که در انسان خودش تصور کرده گذشته در ازای خوبی خدا یه تبدیل کرده به جایی که خدا رو به پرسته انسانو میپرد گفتم اگه به خدا امروز توی خیابون بیست این کارو بکنید برو بگو پدر خدا در بیاد مثلا فوش بده به خدا توی خیابون ببین کاریت میکنن ولی صدا تو بلند بکن بگو فلانی محمد فلانش چیز بشه یه چیزی یه فش به محمد بده میبرن خدا بده چه کار بکنن اینه که محمد بوته علی بوت شده تو ایران بعضی میپرستنش توی قسمت های از ایران به نام علی اللهی علی رو خداش کردن میگن علی نزدیکترین فرد به خدا مثل خداست میپرستنش علی رو اینایی که درویشن علی اللهی ها درویش ها اینا همه بودپرستن مسلمان ها همه بدون استثناء بودپرستن رفتارشون اگه مطالعه بکنه من اگه بودپرستن یکیه دعاهاشون یکیه ورد, ورد میخونن معنا نداره روزه هاشون روزه های بودپرستیه اعمالی که انجام میدن به بودپرستی ربط داره و غیر روزانه اینی که انسانو در ازای خدا عوضش کردن میدونی اسلام یعنی چی؟ اسلام بذار من تعبیر اسلام رو براتون بنویسم اگر شمایی که مسلمانین اینو برین شاید من دروغ بگم شاید من اشتباه دارم میکنم این تعبیر اسلام یعنی اعمال محمد روش زندگی مسلمان ها اسلام یعنی این محمد رفتارش رو ورداشت و این رفتار رو کرد زندگی اسلام برای اینکه مردم رفتارش رو قبول بکنن گفت الله اینو میگه الله گفت الله برام پیغام فرستاد به وسیله این خواب دیدم جبرائیل اومد اینو به من گفت الله به من گفت تو بیشتر چهار تا زن میتونی داشته باشی ولی مسلمان فقط چهار تا چون تو محمدی الله گفت مردا میتونن سیغه بکنن الله گفت زنا خودشون بپوش اینی که زندگی که محمد داشت خیلی جالبه حدیث مبنای اسلام بر دو تا چیزه یکی قرآنه که حرفای محمده یکی حدیثه که زندگی محمده <تصفح> خیلی جالبه قرآن قرآن حرف محمد حدیث زندگی محمد اینه که اسلام رو میشه اینطور تعبیه کرد بت پرستی اسلام یعنی بت پرستی محمد محمد و بتی که اسلام داره محمده محمد بت اسلامه میگن پیامبر اسلامه برای حقیقت محمد خدای اسلامه محمد رفتاری که محمد داشت اصول زندگی مسلمان هاست اگه شما برین توی هندوستان سی سد خورده میلیون خدا دارن خدایان اصلیشون رفتار خدایان اصلیشون رفتار زندگی این هندو هاست. این بود اینطور زندگی کرد اینا مطابقه بودا بت بود پرستی بودا اونایی که بودا یه دندونشو بیا ببین اینا چجوری جوری می میپرستن رفتار زندگی بودا رفتار زندگی بوداییاس طوری که بودا زندگی کرد گفته های بودا اعمال بودا اسلام هم فرق نمی کنه اسلام هم بت فقط اینکه اسم خداشون رو عوض کردن اسم خداشون رو الله بعد میگن این خدای خالق زمین و آسمان ولی در حقیقت خدای اسلام محمده و زندگی اسلام رفتار محمد در قرن هفتم میلادی مطابقت داره با رفتارش با قبیله خودش قریش جنگی که با قریش کرد دعوایی که با قریش کرد زدیتی که قریش باش کردن حرفایی که قریش میزد تمام گفتار اگه شما برین تاریخ مطالعه بکنید زمان هفتم قرن میلادی توی عربستان رو مطالعه بکنید میبینید که حرفهایی که محمد زد دقیقا مطابقت داره با زندگی قریش و زندگی مخالفتی که باش کردن زدیتی که باش کردن و و و اینه که جلال خدای حقیقی رو اینا عوض کردن و جلال انسان بوت محمد رو گذشت. زندگی محمد شده زندگی اسلام اسلام یعنی بوت پرستی محمد گفتم اگه به خدا فش بدی کاری ندارم به محمد دست بزن میکشند توی دانمارک یه آقای نقاشی عکس محمد رو کاریکاتور کشید مسلمون ها توی پاکستان با مسلسل وارد یه کلیسا شدن فقط یکی از کاراشون دیویس نفر رو کشتن تو این کلیسا چرا؟ چون یه فردی توی دانمارک عکس محمد نرست به اون به دستش نرسید رفتن به اونایی که دستشون رسید مسیحی ها رو کشتن این یعنی چی؟ این یعنی اگه این بوت پرستی نیست چون زندگی محمد بر مبنای جدال و جنگ و کشتار بود اینه که این بوتی که شما دستدی بهش این بوتو نمیتونی دست بزنی ما از بین میبریمت میکشیمت نکه رفتار اینها اگر اسلام روی زمین حکم فرما بود من بهتون قول میدادم ده نفرم روی زمین زنده نمیبودن همه همدیگه رو میکشتن تاریخ اسلام اینو نشون میده بین خداشون بین خلیفه های رؤسای اصلی اسلام کشتار و دست زدن و گردن زدن و قط خنجر زدن وا، ولی انسان کور شده در این راهی که میره نمیبینه این راهی که داره میره کوری نابینایی جهالته چون اون مذهب انقدر بهش میخورونه که این درسته 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 نمیفهمه که این درسته مثال من میزنم توی سوئد من اولین باری که ماهی خوردیم به نام سورشترامنگ من با این ماهی آشنا شدم توی این رستوران من گارسون بودم اون شب یه جشنی وجود داشت اینا همه تصمیم گرفتن این ماهی رو بخورن من راجع به ماهی شنیده بودم ولی نمیدونستم اون شب مثل اینکه من وارد خیلی عذر میخوام یه قبرستون شدم در همه قبر رو باز کردن بوی گندی که از این ماهی می اومد منو اون شب مریض کرد من لباسمو نمیتونستم کار بکنم جا کار میکرد. من لباسم و هر چی سعی کردم بشورم این بوی گند این ماهی از این بیرون نمیاد لباسم رو ریختمش دور این ماهی سرشترامنگ انقدر این ماهی بوی گند میده که وقتی آدم میخوره دماغشون می می رو میگیرن میگن این قوطی رو یک کیلومتر اون ورتری که غذا بخورن اینو بازش بکنن برای من خیلی جالبه ماهی خیلی تیغم زیاد داره یه ذره زر یه ذره میزن روی نون خشک میخورن چی باعث این شده که اینها رو مجبور بکنه یه غذایی که انقدر بوی گند میده مثل اینکه از فاضلاب غذا در میخوری مجبور بشن اینو بخورن به به هم بگن چرا چون از بچگی بهشون گفتن این ماهی خیلی خوشمزه است این ماهی خیلی خوشمزه است این ماهی خیلی خوشمزه است یا یه ماهی است توی ژاپن این ماهی اگه با حرارت درست سرخ نشه این ماهی زهرش میاد بیرون افراد رو میکشه اگه من بودم میگفتم به این ماهی توی دریا هیچکی نزدیک این ماهی نشه ولی انقدر خوردن مردن تا دقیقا پیدا کردن در چه حرارت این ماهی رو درست کنن که زنده بمونن این جهالته ای ما میخندیم به این افراد ولی خودمون همون کار رو انجام میدیم خودمون از تهران بلند میشیم میریم مشهد یا میریم حج هزار ده هزار بیس هزار دلار خرج میکنیم حج میگن کسیفترین روی زمینه بوی گندی که از حج میاد بیرون میگن تمام منطقه رو این بوی عرق و گند مردم مردم رو پر میکنه بعضی این خبرنگار آمریکایی که رفته بودن اونجا توضیح میدن این بوی گند عرقی که مردم میکنن میلیون ها نفر دور این میچرخن هی بالا پایین میرن تو این کوه ها و اون حرارت یه بوی گندش انقدر بده که اینا از این ماسکای اکسیژن میزدن که بتونن دووم بیارن چی باعث میشه که یک نفر این همه پول دارایشو خرج بکنه بره یه جای خیلی کثیف با اون شلوغی و کسافت و حرارت هفت بار بره اینجا و بین این دو تا سنگ بچخ سنگ برداره بزنه به یه سنگی که داره به شیطون سنگ میزنه این اگه بت پرستی نیست چیه ولی افرادی که تحصیل کردن مهندسن دکتران حالا میگیم اونایی که دهاتی هم بیچاره زیاد تحصیل نداره ولی اینایی که مهندسن دکتران این کارو میکنن نشونگر چیه این بوت جلال خدا رو عوض کردن با این کارشون میگن اینا مثلا پاک شدن یا خدا بدون چی بگن در موردش حالا بعد رفتارشون با عربستان بد شده میگن دیگه نه این دیگه احتیاج نیست دیگه به جایی که بری مکه این کار رو بکن مثلا بط پرشتی جلال خدای میدونی جلال خدا در جلال خدا خدا جلالشو انسانو شبیه خودش آفرید انسان وقتی آدم نگاه میکنه انسان درست مثل ایسای خداوند مظهر خدای پدره البته ایسا انسان شد انسان نبود اول قرنتیان باب 11 میگه لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس میسازد اما زن جلال مرد را منعکس میسازد صورت جلال خدا را منعکس میکنه ما شبیه خدا آفریده شدیم همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم شکل آسمانی نیست به خود خواهیم گرفت ولی ما آفریده شدیم که خدای حقیقی رو بپرستیم خدای حقیقی رو به ستاییمش ولی این بتپرستی ازای انسان در ازای خدا رو توی خیلی چیزا میبینیم حتی توی سرودهای مسیحی ما میبینیم به جای اینکه از خدا بخونن در مورد خدا بخونن با خدا بخونن برای خدا بخونن از خودشون میخونن من قایق شکسته من قلبم شی من تنها و سرگردان همش از خودشون میگن خودشون رو دارن بلند میکنن من اینم من I am the righteousness of God همش خودشون رو دارن جلال میدن خودشون رو بزرگ میکنن جلال خدا رو تعویز کردن اینو ما در خیلی جاها میبینیم حتی در مسیحیت جلال خدا رو تعویز کردن به جای جلال انسان انسان شبیه خدا آفریده شده جلال خدا رو منعکس میکنه ولی انسان بایستی خدا رو بپرسته نه انسان خودش رو بپرسته آقای جان مکارتر میگه Every form of idolatry is a form of self-worship هر نوع بتپرستی نوع خودپرستیه جست از چونکه همونطور که هر فرم بتپرستی یک فرم شیطانی و یک فرم ارواح ناپاک داره ودر ه یدلز یا اینکه این بتاشون از خیالات بیهودهشون ساخته شده یا به وسیله ارواح پلید یا شیطانه که اینها اینا رو ساختن Every false god appeals to man's fallen nature and entices him to glorify and indulge himself تمام خدایان غیر به بز به ذات افتاده انسان جالب توجه ذات افتاده انسانه و در حقیقت انسان رو بزرگش میکنه In one way or another, all idolatry is worship of self and service of Satan. در یک راه و دیگر تمام بت پرستی ستایش شخص و خدمت برای شیطان. اسلام رو نگاه میکنی اسلام ستایش مرده. در حقیقت میشه گفت اسلام شهوت رونی مرده. محمد شهوت رون بود. مذهبش رو طوری ساخت مطابق رفتار خودش چرا مردم این کارو میکنن بودپرستا چون میخوان مطابق زندگیشون رفتار بکنن و کسی بهشون نگه این طرز رفتار اشتباهه میخوان اون کاریو که میکنن همه قبول بکنن اونی که مذهب ایجاد میکنن بر همین اسلام چون از محمد اومد اسلام یعنی محمد زندگی محمد اینه که زن ها بدبختن توی اسلام چون یه جنسن مثل این آقای آخوندی که گفت زنها ها حیوانن در اسلام برای شهوت رونی مرد آفریده شدن خیلی جالب چون زندگی اسلام یعنی بت پرستی محمد رفتار و کردار محمد اینه که این جاشو عوض کردن در خروج باب بیشت میگه هیچ مجسمه یا هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان یا پایین در زمین و یا در آبهای زیر زمین است برای خود مساز در مقابل هیچ بتی سجده مکن و آن را پرستش منما زیرا من خداوند که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمل نمی کنم انتقام گناه کسانی را که از من متنفرن تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان می گیرم شما یه بت درست کردی در مقابلش پنج بار خم میشی. پنج بار نماز میخونی ورد میخونی که هیچ معنایی نداره به طرف مکه خدایی که محمد زندگی خودش بود خدای محمد خودش بود الله خود محمد زندگی محمده خیلی جالبه در عرض 22 سال قرآن به محمد آشکار شد در عرض 22 سال هر طوری که رفتار میکرد آیه مطابق اون رفتارش میومد مثال خیلی خوب محمد اولین فردی که بهش ایماندار شد به موزه هاش یه فردی بود به نام زید یه سیاه پوستی بود غلام بود ایشون شد مرید محمد محمد به عنوان پسرخوندگی قبولش کرد زید یه زن خوشگل داشت یه روز محمد میره در خونه زید رو میزنه خانومش سرش باز بوده درش باز میکنه در رو باز میکنه محمد به این زن نگاه میکنه شهوت میورزه آیه از جانب خدا الله که خود, خود محمده میاد میگه زید زن تو طلاق بده که محمد ازش استفاده کنه لذت ببره این اگه بت پرستی نیست این چی میتونه باشه زندگی محمد هر طوری که محمد زندگی میخواست رفتار بکنه آیه میومد میگفت مطابق این الله گفته این کارو بکنه اگه با یهودی ها جنگ یهودی ها باید کردن با یهودی می‌خواست یهودی‌ها رو بکونه آیه میومد از جانب الله که خود محمد میگو یهودی ها اینطور هن با هاشون زدیت, زدیت دارن با. اگه مسیح ها خوب دارن میگفتن با مسیح خوب باشین ولی بعد وقتی مسیح دیدن محمد رفتارش بده آیه میاد در سوره قاعده باب پنج آیه پنج نه با مسیح هم دوست نشین نمیه رفتارش یک بهش میگن منسوخ نسخ توی اسلام وجود داره آیاتی که در مکه می اومد فرق میکنه زدیت داره با آیاتی که در مدینه اومد چرا؟ چون زندگیش فرق کرد رفتارش فرق کرد محمد مطابق اون چیزی که زندگی میکرد آیه میداد به مردم میگفت الله اینو گفته الله کی بود؟ خود محمد خود زندگی محمد الله بعضی هم میگن شیطان بود ولی واقعا زندگی محمد بود اینه که اسلام بودپرستی محمد اسلام مثل اسلام مثل بوداییه فقط اسمش اسمش فرق میکنه اینه که شما جلال خدا رو گرفتین خدایی که غیر فانیه غیر فساد درش وجود نداره تنفر درش وجود نداره جنگ و جدال درش وجود نداره خدای محبت و بخشش خدای پاک و قدوس و کردینش یه فرد ناپاک و مطابق اون دارین همه رو مجبور میکنید جلال خدا وقتی خدا جلالش رو ظاهر میکنه جلال انسان از بین میره خوشید وقتی میاد بیرون تمام ستارها محو میشن چرا؟ چون ستاره ها نورشون از خورشید میگیرن و نور رو منعکس میکنن این جلالی که شما ما در انسان میبینیم اگه جلالی ببینیم در انسان این جلالی که محبتی اگه نشون میده بخششی که نشون میده انعکاس بخشش و محبت الهیه ولی وقتی خداوند ظاهر میشه همه این انعکاسی که ما نشون میدیم از بین میریم چون ما اون چیزی که داریم منعکس میکنیم و خودمون که نمیاریم از خداوند گرفتیم اگه آرومیم آرومیم از خدا اگه بخشنده ایم، از خداوند بخشنده ایم. اون بخشش اونه اگه محبت میورزیم اگه صبوریم از خداونده وقتی خداوند میاد همه ما نورمون رو از دست میدیم چون خداست که خورشید اصلی اونه نور اصلی اونه ما فقط انعکاس میکنیم اینه که انسان رو نبایستی پرستید انسان رو نبایستی بزرگ کرد اگرم انسان خوبی باشه انسان داره جلال خدا رو ظاهر میکنه برای همینه در یوحنا باب 17 آیه 22 میفرماید آن جلالی را خداوند می‌فرماید، آن جلالی را که تو به من داده ای به پدر داره میگه به آنان به شاگردانش دادم تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم نگه جلال خدا در ما اگر ظاهر بشه به خاطر اینکه خداوند به ما داده اگر محبتی هست خداوند به ما داده اگر دوستی هست خداوند به ما داده اگر رفاقتی وجود داره اگر بخششی وجود داره خداوند به ما داده و ما ذات الهی رو خواست خدا اینه که ما ذات الهی رو انعکاس بدیم منعکس بکنیم نمایان بکنیم بخشش رو نمایان بکنیم دوشتی رو محبت و صبر رو ملایمت رو نمایان بکنیم تشویق دیگران بلند کردن دیگران محبت ریشه مسیحیته چون ذات الهی محبت این اگر ما خواهیم خدا رو منعکس بکنیم انعکاس بدیم خدا رو جلال بدیم محبتش نشون بدیم یکدیگر رو بلند بکنیم بزرگ بکنیم برکت بدیم به دیگران تشویقشون بکنیم تقویتشون بکنیم به جای که تحصیحشون بکنیم به جایی که بکوبونیمشون به جایی که ازشون شکایت بکنیم تشویقشون در نام عزیز خداوند ما عیسی مسیح خداوند تو سپاس میگیم امروز به خاطر همه این عزیزانی که این درس رو امروز گوش دادن مرسی ای پدر به خاطر محبت تو مرسی به خاطر رحمت تو ای خداوند مرسی به خاطر صبر تو که با همه ما صبر ای پدر تو می طلبم. امروز در نام عزیز عیسی مسیح چشم قوم ما رو باز بکن که بفهمن این نوری که درشون وجود داره نوری که فکر میکنن در اسلام وجود داره نوری نیست به جز تاریکی در نام عزیز عیسی مسیح خداوند ای پدر از تو قلب این عزیزان رو لمس بکنی که این برنامه رو امروز میبینن چه هایی که ایمان دارن چه هایی که در راهن که ایمان میارن. و میطلبم فیض تو نصیب حال همشون بشه قدرت الهی دستتون رو بذارین روی دست من به عنوان یه نقطه تماس ایمان و این قوت کلام خدا رو دریافت بکنی ای پدر در نام عزیز ایسای مسیح می طلبم قوت تو این عزیزان رو لمس بکنه خانوم مهری خداوند شفاد داره میده الان در نام عزیزش سل بو گندو لسته خداوند تمام جلال رو به تو میدیم تویی که شایسته هی. حکمت و حرمت و جلال و قوت و ستایش مایی تو رو جلال میدیم به روز خدا در ما هیچ نیکویی نیست هر چی هست از جانب تو ای بده خداوند در نام عیسی مسیح تمام جلال رو به تو میدیم تویی که شفادهنده ای خداوند تویی که ما رو از روح القدس پر میکنی تویی که ما رو قوت میدی در نام عزیزت میطلبم این عزیزان و قوت بدی ای خدا آله دوست سند بخطور آقای حسن عیسی مسیح شما رو دوست داره عزیز توبه بکن از این راهی که داری میری و خدا نجاتت میده سی بخون دور لپا سل بکن دور لپا آقای حسینی سل بگایل است بدنت پر از مرزه ولی عیسی مسیح میتونه بدن تو شفا بده همین الان دریافت بکن در نام عزیزش او من زیاد میبینم مرض توی بدنت آقای حسینی قده های زیادی توی بدنت میبینم بدنت پر از مرگ در نام عزیز عیسی مسیح سله با گندور و لب خیله یکی از یکی از رهبران سپاه داره این برنامه رو میبینه اسمتون رو نمیخوام بیارم آه. خداوند میخواد شما نجات پیدا بکنی و توبه بکنی از این راهی که داری میری چون اگه توبه نکنی راهت مرگه این مرگی که اعلام کردی خواهی چشیدش به نوع خیلی بدی برگرد از این راهت توبه بکن مسیح و عنوان خداوندت قبول بکن امروز بگو ایسای خداوند بیا در قلب من گناهان منو ببخش من امروز تو رو به عنوان خداوند و منجی خودم قبول میکنم در نام عزیز عیسی مسیح فرمان میدم این روح پلید از بدن شما خارج بشه و شفای شما رو اعلام میکنم سله بگون دروله به خطر علبا یکی از نشانه هایی که بهتون میدم شما چند تا زن داری؟ و یکی از بچه هایی زنت خیلی مریضه عیسی مسیح میخواد شما رو نجات بده سله با گندور لبا گایل استه لگر با گندور لبا. بر نام عزیز ایسای مسیح ناصر مرسی ای پدر مرسی ای پدر ایسای خداوند بگید همه با صدای بلند من تو رو به عنوان خداوند و منجی خودم قبول میکنم سله با گندور لبا. بر نام عزیز ایسای مسیح مرسی ای پدر جلال بر نام عظیم خداوند دستتون رو با آسمان بالا ببریم و خدا رو جلال بدیم در نام عیسی مسیح بگید ای پدر تو رو در نام عیسی مسیح جلال میدم و تمام برکت تمام ابهت عظمت از آن خدای پدر در نام عیسی خداوند سپاس بگین از خداوند با ایمان کلامش رو قبول بکنیم به این درس ها گوش بدین و بذارین درس ها افکار شما رو تجدید تا روز بعد فیض خداوند با شما باشه. باش. آمین. من ایران بودم خیلی مسلمان مذهبی بودم خیلی سخت خیلی دوست داشتم که تمام شریعت اسلام را انجام بدم یه روز یادمه که به صورت خیلی اتفاقی رفتیم برای هفته تیر که کلیسای هفته تیر رو ببینم توی ایران وقتی که میخواستم وارد بشم یه مقدار با موانعی برخورد کردم که خیلی میترسیدم که من کی هستم از کجا اومدم ولی به هر حال رفتم داخل کلیسا وقتی رفتم داخل کلیسا یه احساسی داشتم که احساس میکردم خیلی جای پاکی اومدم خیلی جای خوبیه شروع کردم به دعا کردن یه چیزی یادمه گفتم گفتم که ای عیسی مسیح من یه آدم خیلی مسلمان سرسختی ام اما اگر واقعا خدای تو خیلی قوی تر از خدای منه و واقعی تر از خدای منه لطفا اینو به من نشون بده که من چطور میتونم اینو دریافت کنم اگر تو واقعی تر هستی به محض اینکه من این حرف زدم زانوهای من خیلی سوس شد و هیچ احساس نمیکردم افتادم روی زمین بعد خیلی یادمه که خیلی به سختی خودم رو میکشیدم روی صندلی یه صدایی توی قلبم اومد یه صدایی رو شنیدم که گفت شیدا من خدای واقعی هستم من عیسی هستم من خدای واقعی هستم منو بپذیر وقتی که این, این, صدا رو من شنیدم یه مقدار اولش ترسیدم و احساس کردم که از احساسمه ولی به محض این که من وارد خونمون شدم همون شب هی مداوم در دعا بودم که آیا این از خداست یا آیا این از منه آیا واقعا من مسیح رو شنیدم آیا من مسیح رو دیدم یا اینکه نه من همچنان من یه آدم مسلمون سرسختم ولی بله اون روز مسیح بود و با قلب من صحبت کرد و بعد از اون اتفاقای خیلی عجیبی توی زندگی من افتاد و من امروز به عنوان یک کسی که به مسیح ایمان آوردم و از اون اسلام دست کشیدم توی زندگی من اتفاقات خیلی خوبی افتاده و مسیح توی زندگی من کار کرده از اون دختری که انقدر ضعیف بودم الان تبدیل به یه دختر خیلی قوی در مسیح شدم به همه شما پیشنهاد میکنم کنم که سالهای سال اگر مسلمون هستین یا اگر مذاهب دیگه ای دارین یک بار توی زندگیتون از مسیح بخواین اگر واقعیه اگر واقعا خداونده خودش رو به شما نشون بده این دعا رو بکنین ممنون از همه شما